درود سپاس خدمت پیشکسوتان عزیزم میفرستم، بعد به خصوص تیمسار و استاد عزیزم جناب ایزدستا و تیمسار فرغانی و بینندگان عزیزتون، و با درود به روح پاک شهیدان دفاع مقدس، به خصوص خلبانان و شهید جهانگیر انقطاع، و با سپاس و عرض ادب و سلام و آرزوی صبر خدمت خانواده محترم جهانگیر عزیز. خب جناب روادگر، شما رو همه میشناسن. به رسم روال برنامه اگه محبت بفرمایید یک بیوگرافی خیلی کوتاهی از خودتون، چون میدونم بیشتر از اون که بخواین از خودتون بگید اومدید از این همرزم شهید بزرگمردتون بگید، یک کوچولو از خودتون بفرمایید که به هر حال دوستانم بشنون، و بعد این بفهمید در ارتباط با شهید انقطاع. عرض کنم خدمتون که بنده سال 47 به استخدام نیروایی شدم و بعد دوران خلبانیم رو تو پاکستان گذروندم، و بعد از اینکه دوره خلبانی تموم شد اومدم خدمت تیمسار ایزدستای عزیز گردان 11 شکاری، و در کنار ایشون بعد ترینینگم رو دیدم، کابین عقبیم رو انجام دادم و منتقل شیراز شدم، و تقریبا یک سال بعد از اون زمانی که کابین عقب بودم برگشتم و دوران کابین جلو بازم در خدمت ایشان و همکارای عزیز دیگرشون که استادای عزیز من بودن دوره خلبانی را تموم کردم و دوباره برگشتم به شیراز، و حدودا تقریبا یه مدت شیراز بودیم که منتقل سال 1355 منتقل بوشهر شدیم، که بازم اونجا تیمسار ایزدستای عزیز تشریف آوردن و فرمانده بردان ما شدن و چیزهایی که ما بلد نبودیم به ما یاد دادن. بعد عرض کنم خدمتون که از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتیم، ما رئیس عملیات شدن تا اینکه ما منتقل تهران شدیم، و حدودا یک سال نیم بعدش هم جنگ شروع شد که خب در جنگ ما تهران بودیم. بعد عرض کنم که ماموریت هایی در پایگاه شاروخی انجام دادم، یا پایگاه نوژه و پایگاه چهارم، و بعدش هم به عنوان فرمانده گردان برگشتم باز بوشهر. مدت زمانی اونجا بودم که در ماموریتی که های آلتیتود برای دفاع در ماموریت بیت المقدس، تقریبا روز سوم جنگ بین ایران و عراق شروع شده بود که ما میخواستیم خاکهایی که اشغال شده بود اونجا رو بگیریم. در اون ماموریت متاسفانه من با پدافند، یا اینطوری که شنیدم با اینترسپت هواپیمای میراژ عراقی ها، هواپیمای ما شاتدان شد و من اسیر شدم. از کنم خدمت بفرمید. چه مدت اسیر بودین قربان؟ من حدوداً 8 سال و 5 ماه من اسیر بود. درود به شرفتون، بفرمید ادامه رو قربان. بعد از کنم خدمتون اون روزی که به ما ماموریت دادن، روز سوم تقریبا 12 برج اردیبهشت ماه بود که به ما ماموریت دادن 8 فروند صبح بلند شیم های آلتیتود بریم پشت جبهه اینا رو بزنیم، بمباران کنیم، که من لیدر دسته بودم. و اون روز صبح ساعت تقریبا 5:30 ما اومدیم گردان و جناب انقطاع، اول از بیوگرافی جناب انقطاع یک کمی بگم. من اون زمانی که با ایشون آشنا شدم، بسیار خلبان خوب، بسیار خلبان با انضباط، ایشون به تنهایی اون دفتر ویژه را که در کامون پست بود میگردوندن. بسیار خلبانی خوبی بودند و من واقعا خاطرهای خوبی داشتم از ایشون، با ما رفت آمد داشتن. و اون روزی هم که ماموریت میخواستیم بریم 8 فروردی، ایشون اصلا با من نبود. منتها نمیدونم چطور شد که اصرار کرد که من با شما میخوام پرواز کنم. بعد
من خودم نخواستم، چون من اصلا دوست نداشتم پروازی که اسکجول شده اونو عوضش کنم، اون پرواز عوضش کنم. دوستای من، یکی از دوستای من گفت حالا که دوست داره با شما پرواز کنه چه فرقی میکنه. بعد ایشونو ما برداشتیم عوض کردیم، اومدم با من پرواز کرد و متاسفانه ما رفتیم این ماموریت رو انجام دادیم. بعد موقعی که داشتیم برمیگشتیم، بمب رو ریلیز کرده بودیم و داشتیم برمیگشتیم، که هواپیمای ما مورد اصابت موشک قرار گرفت، اصلا به طور کلی تیل هواپیما کنده شد. بعد هواپیما افتاد تو اسپین. فقط تنها چیزی که آخرین لحظه از ایشون شنیدم به من گفت که سر چی شد. من بهش گفتم که هواپیمای ما را زدن. بعد تیمسار رضایی هم تو بال ما بود، شماره 3 بود، نامبر 3 بود. بعد ایشون به من گفت که منو چه بپر بیرون که تیلت رفت. بعد خلاص ما ایجای کردیم. بعد از اینکه ایجای کردیم اومدیم پایین، ما را خب گرفتن، اسیر کردن. بعد اونجا من از اون نفری که اونجا ما را بردن تو پشت خط جبهشون، از من پرسیدن، گفتن که تایپ هواپیماتون چی بود و اینا. من گفتم که اینجوری افورد. بس گفتن که من برگشتم بهشون گفتم که خب من کابین عقب دارم، کابین عقب من کجاست؟ بعد گفتن اون متاسفانه چیز شده، چترش پاره شده و با ضربه خورده زمین و پاش شکست رفته تو شکمش. این چیزی بود که به من گفتن. و دیگه من اما اون زمانی که من داشتم میومدم پایین، اون نزدیک های زمین من صدای تیربار میشنیدم. حالا نمیدونم ایشون مورد اصابت تیربار هوایی قرار گرفت چطور شد. بسیار متأثر شدم از این بابت که واقعا یک انسان خوب با من پرواز اومد و اون اتفاق برش افتاد. خب این یه خاطره آخرین پرواز شما و این ابرمرد بود که به هر حال فکر میکنم خانواده محترمشون هم توی لایف باشن. از همینجا ما تسلیت میگیم از طرف خودم و جناب عرض میکنم خدمت واقعا جناب روادگر، طرف جناب فرغانی، جناب ایزدستا، حالا خودشون میان و قطعا صحبت خواهند کرد، خاطره خواهند گفت. خاطره دیگه اگر دارید از این شهید بزرگوار بفهمید. حالا من فقط اون چیزی که میدونم، ایشون تو اون جایی که کار میکردن، تو کامپوز کار میکردن، بسیار آدم خوب و من به غیر از خوبی از ایشون هیچ چیزی دیگه ای ندیدم. بسیار در تمام پروازها داوطلب بودن که ایشون پرواز کنن و من واقعا دوستشون داشتم. انشالله که روحشون شاد باشه. واقعا من همیشه این قصه را میخورم که چرا من اینو بردم و این اتفاق کاش برای من میافتاد، برای ایشون نمیافتاد که جوان تر بود. این تقدیر خداونده. به هر حال شما یه جور عزیز هستید و خداوند میخواسته این شکلی به هر حال زندگی کنید. اون شهید بالا مقام هم این شکلی. به هر حال اینا زیاد عرض کنم که چیز نیست که آدم به این مطاعد بخواد خیلی خورده بگیره، چون که شما انقدر عزیز هستی که بودنت قطعا خیلی مصمیل سمرتر بود. خب قربان، عرض به خدمت شما، دو مهمان گرامی داریم. میخواستم ضمن این که یاد میکنید و کردید، یه خاطره اگر دارید از جناب ایزدستا و جان فرغانی نازنین هم بفرمایید. من عرض کنم که فقط از تیمسار ایزدستا، من تا اون زمانی که یه چیز حدود من سروان بودم، سروان 3 ساله اینا بودم که در خدمت تیمسار ایزدستا، البته من سروانیمو زمانی که ایشون فرمانده گردان بودن گرفتم و یه مدتی هم که در خدمت ایشون بودم. بعد ایشون اونجا تمام پروازهای تاکتیکی را ایشون به ما یاد دادن، مخصوصا به من میگفت تو بریفینگا که بود، ایشون به ما میگفتن که ما میریم تارگتو میزنیم، من دیگه منتظرت نمیشم روادگر تو کجا هستی، من میزنم تارگتو برمیگردم، شما باید خودتو چیز کنی که بچسبی به منو برگرد. بعد این چیزایی بود که ایشون به ما یاد میدادن در فورمیشن. من اصلا تا اون زمان فورمیشن لندینگ نکرده بودیم، از ایشون یاد گرفتم فورمیشن لندینگ. ایشون اومدن تمام گردان ما را، همه خلبانان رو ریلیز کردن برای فورمیشن لندینگ. بعد عرض کنم خدمتتون که بسیار آدم، انسان بسیار خوب و من واقعا به عنوان یک پدر و یک برادر بزرگ واقعا ایشون رو قبول دارم.
و هر چیزی که یاد گرفتیم تو اون گردان تاکتیکی مخصوصا تو بوشهر از ایشون یاد گرفتم. خیلی هم دوستشون دارم. قربونتون برم. منم واقعا افتخار میکنم به چنین همرزمایی مثل شماها که من میدونم با چه احساس قشنگی یاد میکنید از برحال این اسطوره های خودمون، اسطوره های مملکتمون. سپاسگزارم از اینکه قبول زحمت کردید و تشریف آوردید. برحال بله. این تایم رو ما در خدمت شما بودیم. افتخار بدید انشالله برای یه تایم دیگه مفصل. ما میخوایم از خودتون و از پروازهای خودتون بشنویم که قطعا الان اگر تشریف داشته باشی جام میزستا و جام فرقانی حتما از شما خواهند گفت. خواهش میکنم، من در خدمتون هستم، قربونتون برم. من سپاسگزاری میکنم از شما، خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. ادای احترام میکنم خدمت شما قربان. خیلی متشکرم جام روانگر. شما 10 سال 8 سال 9 سال از عمرتون رو در بند بودید تا ما آزاد باشیم. درود به شرفتون. زنده باشید. مرسی. متشکرم ازتون. خیلی ممنون. سپاسگزارم. مرسی. های جنگ. درود بر تیمسار سرافراز، فخر نیروی هوایی. درود بر شما. بسیار خوشحالم که مجددا میبینمتون. قربونتون برم. که آقای روادگر دیدیم. این عزیز من خیلی دلم تنگ شده بود براش واقعا. اون خنده های قشنگش، اون چهره فراموش نشدنیش همیشه تو قلب من بوده و هست. یکی از انسان‌های شریف روزگاره. همیشه من قربان راجع به شما که حرف زدن، باور کنید اشک تو چشماشون حلقه زد. منم همینطور. منم واقعا ما با هم برادر بودیم تو یه گردان. من همیشه این صحبت کردم، ما یه خانواده نیروی هوایی بودیم و که واقعا همه نزدیک با هم زندگی می‌کردیم، چه تو پرواز، چه روی هوا، چه روی زمین. واقعا اعضای یکدیگر بودیم، به خصوص خلبان های مثل آقای روادگر که واقعا فراموش نشدنی هستن. یک چهره بسیار بسیار محبوب، محجوب. من هرچی بگم که در موردشون شاید کم گفته باشم، به خصوص که دیگه واقعا در این مدتی هم که در اسیر بودن واقعا باعث سرافرازی همه ملت هست که ایشون واقعا صمیمانه دفاع کردن. تیم سار سرافراز که اینقدر توی دلها جا کردید. همین چند روز دیروز پریروزا بود با تیم سار براتپور صحبت میکردیم، گفتم تیم سار دیر وقته جام ایزدستا، گفتین نه برای جناب ایزدستا همیشه به موقع است. و چقدر زیبا هر موقع. دوستان عزیز من، من واقعا هر زمان جز لحظات زیبای زندگی منه که هر کدوم از این عزیزانم رو میبینم یا صداشون رو میشنم. میشنوید سر؟ بله، من صدا شما رو خوب میشنم. قربان خیلی ممنونم. از شهید انقطاع یاد شد، میخوام یه جمله ای راجع به این شهید والا مقام هم بفرمایید تا بریم سراغ اون مطالب خودمون اگر زحمتی نیست. والا من نمیدونم، همه خلبانهایی که من واقعا همرزم بودم باهاشون، همکار بودم باهاشون، هر کدومشون یه پوزیشن خاصی برای من داشتن و همشون توی اعماق وجود من هستن. من اگر یک صحبتی در مورد کسی به خصوصی میکنم نمیدونم چجوری بگم. شاید خاطره ای که از اون لحظاتی که با ایشون بودم نداشته باشم، ولی همینقدر که الان اسمشون رو دارم میشنوم رفرش میشه مموری من. واقعا بچه هایی که تو گردان با هم بودیم همشون مثل یک دایموند هایی هستن که اختلاف زیادی با هم ندارن. دایموند ها همه ارزنده هستن و همه نمونه و نمونگیشون هم در جنگ ایران و عراق ثابت کردن و خدمتشون رو به ملک و ملت ثابت کردن. ای جانم
تیمسار خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. ما هم یاد کردید از این شهید والا مقام و شهید همرزمش که من حالا بعدا انشالله به مفصل میخونم یک بیوگرافی از هر دو شهید، اگر تو لایو بودید انشالله میشنوید. از همینجا عرض ارادت و ادب دارم خدمت سرکار خانم ایزدستا که تحمل میکنن ما یک تایمی رو و شما رو از خانواده قرض میگیریم و میاین برای ملت ایران صحبت میکنید و برای کل جهان. یعنی من اینقدر کامپلیمنت گرفتم از کشورهای مختلف، استرالیا، انگلیس، اروپا، جلا جای مختلف که خدا میدونه و خودتون هم همینطور. من فکر میکنم دیگه خودتون هم شاهد هستید. من از طرف خودم شما... از طرف ایشون سپاسگزارم از تمام اون کسایی که به ما محبت دارن، چه در خارج مملکت چه در داخل مملکت. متاسفانه الان توی یه شرایطی نیست که بتونه بیاد اینجا و حتما اگر بود میتونه خودش میومد باهاتون صحبت میکرد. یه مقداری کسالت داره که متاسفانه نمیتونه بیاد باهاتون صحبت. ما صدای نازنینشون رو در پستامون میذاریم و الحمدلله همه دارن میشنون و خدا شاهد امروز بهشون گفتم من 3-4 بار گریه کردم امروز وقتی شنیدم صحبتایشون رو. بله جان باشه، چشم میگم، چشم. سر عرض به خدمتتون که من از شما میخوام امروز یه خواهشی بکنم. به عملیات H3 خیلی شنیدیم، به هر حال هم فیلم سینمایی درست کردن، هم شنیدیم، هم تو رسانه ها میگن، هم تو فضای به هر حال مجازی، و هم این که تو دافوس که من خدمت شما عرض کردم که من وقتی استاد دافوس بودم اونجا ما تدریس میکردیم این عملیات الولید رو به عنوان یک عملیات نامتقارن. البته نمیشه بهش نامتقارن گفت چون عملیات نامتقارن عملیاتیه که میریم ببینیم چی پیش میاد، ولی شما طراحی کردید یک عملیات نامتقارن طراحی شده که معمولا شاید کمتر میشه اصلا باور کرد، یا به قول شماها unbelievable، که کسی میتونست بفهمه که واقعا یه همچین کار بزرگی میشه کرد. من میخوام منت بر ما بذارید به عنوان رهبر این عملیات، به عنوان کسی که به هر حال این عملیات جنریشنش از سمت شما و به هر حال جناب هوشیار جاویدنام بود. حالا یه بخشش که با ایشون بود که به هر حال با همدیگه همکاری میکردید. حالا من دوست دارم اینها همه رو از زبان نازنین خودتون بشنویم، این که این عملیاتی که ما داریم میشنویم که H3 به وجود اومد، آیا فقط همین شما نشستی یه شبه تصمیم گرفتی یه H3 رو انجام بدی فردا هم رفتین انجام دادید؟ ما میخواییم واقعا اگر ناملایماتی بود، اگر که به هر حال اتفاقای قبل از این عملیات، یعنی بیفور به قول معروف اپریشن و افتر اپریشن و دیورینگ اپریشن، هرچی که هست میخوام از زبان نازنین شما بشنویم. امروز هم فقط میخوام مختص بدیم به همین عملیات از زبان شما. من از اون ابتدا من در خدمتون هستم. اولا شما خودتون استاد دافوس بودین، وقتی که میگین استاد دافوس بودین با این چهره جوان و جذابتون واقعا خیلی قابل احترام و قابل تقدیس هستین. در مورد عملیات اجسه واقعا آرزوم این بود که امروز همرزم عزیزم شاه جوان هوشیار در کنار من نشسته بود و ما دو نفر در کنار تیمسار قیدیان که انشاءالله خداوند طول عمر بهشون بده، ایشون از اساتید ما بودن همونطور که در دفعه قبلم اشاره کردم، فرست جنریشن خلبانان F4 بودن ایشون، همچنین مرحوم هوشیار، و آرزو داشتم که اینها الان در کنار من بودن. انشاءالله که تیمتار قیدیان هر جا اصلا خوش و سالم باشن در کنار خانوادشون و خلاوند تیمون بهشون بده. در مورد عملیات اشتی صحبت های خیلی زیادی شده و حال من جاهای مختلف روایت های مختلف خوندم و
هر کسی مطابق ذوق و سلیقه خودش مطالبی عنوان کرده. فیلمی هم دیدم که تو یکی از سفرهایی که همسرم رفته بود به ایران برام آورده بود، یه دونه سی دی که زیاد تشابهی به اون چه که انجام شد نداشت. یک خب به حال سناریویی رو نوشته بودن و پیاده کردن و حتی اسمی هم از اون کسایی که باید برده میشد حداقل تو این عملیات در این فیلم، نه به صورت چه میدونم در خلاصهش، نه در حاشیهش، نه قبلش، نه بعدش برده نشد. به هر حال گله و شکایتی ندارم، هر کسی نسبت به شرایط زمان و مکان هر کاری کرده حتما درست بوده. اولین باری که بعد از این عملیات نقشه چاپ شد ما دیدیم، فکر میکنم حدود 2-3 روز بعد از عملیات بود که تو نیوزویک خدمتتون عرض کردم، یک نقشه کشیده بودن که ما چجوری رفتیم و چجوری برگشتیم. خب اون یه خورده چه میگن گرافیک قشنگی داشت، هواپیما رو کشیده بود و مسیرها رو تا حدود خیلی زیادی درست کشیده بود. اما چیزی که یه توضیح میخوام اینجا بدم، همرزمای من خیلی خوب میدونن مأموریت شما که استاد دافوس بودی یا شاید از همه بهتر بدونی، در یک مأموریت جنگی وقتی که شما میری فرق نمیکنه که با هر هواپیمایی رو به سمت هدف میری، همون مسیر رو دوباره نمیتونی برگردی و حتی نزدیکش باشی. اینی که اون مسیرهایی که کشیده شده از طریق آمریکایی‌ها توی نیوزویک یه خورده نمیخوام بگم ناشیانه بگم، نمیدونم غیر مطلع بگم، به هر صورت زیاد با واقعیت هماهنگی نداشت. در مورد نحوه انجام این هم مقدماتش، من در جلسات قبل اطلاع شما و بینندگانتون رسوندم که خیلی مشکل داشتیم که ما این مأموریت را بقبولونیم به اساتید مملکت، به خصوص درصد تلفات، چون خیلی زیاد ما واقعا درصد تلفات رو پیش بینی می کردیم، نمیتونستیم هم غیر از این بگیم. حتی ما دفتر امام که هم که رفتیم عیناً به ایشون گفتیم که این درصد تلفات خیلی زیاده، شاید از این تعدادی که داریم میریم 50% اون بر نگردیم، شاید بیشتر. و در بعضی مواقع اگر تانکر رو میزدن شاید تلفاتمون به 80% هم میرسید، معلوم نبود بچه ها کجا میشینن. البته پیشبینی های لازم کرده بودیم، من با هوشیار روی این برنامه خیلی کار کردیم. اون روزی که من میرفتم برای این ماموریت خیلی ایمان داشتم، خیلی خاطر جمع بودم با وقتی که روی این برنامه من و هوشیار و قیدیان گذاشته بودیم، خیلی مطمئن بودم که این ماموریت خیلی خوب انجام میشه، یعنی ایمان داشتم به این کاری که میخواستیم بکنیم. به همین دلیلم خیلی هواپیما درگیر بودم. حالا من یه نقشه کشیدم، البته سعی کردم گرافیک آنچنانی ممکن نباشه، حالا انشاءالله شما بتونید این رو نقشه پیاده بکنید، من اشاره میکنم بهش. فقط خواهش میکنم اینو توجه بهش داشته باشین که از من سوال نکنید که چرا اینقدر پیچ و خم رفتیم، کج و کوله رفتیم تا روی هدف برسیم. اولا خب اگه مستقیم میخواستیم داریم که باید از اون عراق رفت میشدیم که همچیلی نبود. چرا اصلا داشتیم میرفتیم که اینو من در جلسات قبل به شما رسوندم، ما قبل از این ماموریت یه ماموریت بمباران از ارتفاع بالا، من و از مرحوم هوشیار در چند پرواز آزمایشی با بمب‌های شبه بمب بهش میگفتیم 750 پوندی روی کویر کاشان کردیم
چون هواپیمای بمب F4 درست هواپیمای بامبر هست، ولی برای استریت اند لول و کارپت بامبینگ ساخته نشده. موقعی که بمب میزنن بمباران میکنه، باید هواپیما در حالت شیرجه باشه و هرچی زاویه شیرجهش بیشتر باشه، میدونی که بمب موثرتر موقعی که به زمین برخورد میکنه. حتی سایتو اگر درست یادم باشه 241 درجه بیشتر نمیتونستیم دیپرس بکنیم، ولی برای بمباران های استریت اند لول مثلا هواپیمای F111 یا سوخوی 24 برای این منظور ساخته شده بوده، یعنی میتونست خیلی راحت استریت اند لول بامبینگ بکنه در ارتفاع 30,000 پا بمب رها بکنه. ما این هواپیما برای این کار ساخته نشد. من با هوشیار چند جلسه پرواز کردیم و که این کار رو یک به اصطلاح فرمتی برایش نوشتیم که اصلا این چقدر مونده و هدف یا چقدر از هدف رد شده باید این بمب رها بشه که بیاد بخوره. با تمام این تفاصیل که ما خیلی دقت کردیم و این کار واقعا پارامتر درستی نتونستیم برایش به وجود بیاریم که به صورت پابلیش، ولی با یک ضریب تقریبه حدود یک مایل این بر اون بر قابل استفاده بود که برای مرکز بمباران مرکز تجمع دشمن بسیار بسیار مؤثر بود. بعد از اینکه این بمباران و موشک باران به خصوص در دسپول شروع کردن، ما پیشنهاد کردیم که اجازه بدن مقامات کشور شورای عالی دفاع که ما از این کارپت بامبینگ به روی بصره استفاده بکنیم، که اگر این کار میشد اولا برابر به اصطلاح پالیسی و سیاست های مملکت بود که ما بر مبنای به اصطلاح تهاجم دفاعی عمل میکردیم، قرار بود عمل بکنیم. ما به عنوان پیشدستی هیچ کاری رو در نیروهای شروع نکردیم، جنگ هم شروع نکردیم، هر کاری کردیم حالت دفاع داشت. نتیجتا این کاری که پیشنهاد کردیم بکنیم در حقیقت یک کار متقابلی بود. عراقی ها با ما کرده بودن رو شهرهای ما، ما حتی خاطر از رو تهران رو منطقه شمال تهران گیشا و اونجاها بمب انداختن رو شهر و پایتخت مملکت. دسپول رو که تقریبا با خاک یکسان کرده بودن که شما بهتر از من میدونید. متعاقب این برنامه ما این وقتی که پیشنهاد کردیم مورد موافقت سران کشور قرار نگرفت و به خصوص ما هم گفتن که ما مردم بیگناه دلیل نداره که کشته بشن، مردم بیگناه ما رو میکشتن. به هر حال به این شد که ما رفتیم روی یه تز دیگه، روی مأموریت دیگه، که اومدیم این برنامه اولی رو شروع کردیم به تحلیلی کردن و نیازمندی تمام جوانه رو بررسی کردیم. من الان روی این نقشه‌ای دارم اینجا، من نشون میدم، ببینید روی این منطقه، نمیدونم الان اینجا دیده میشه کووید. بله عراق هواپیمای ایوکس و دو فرمان هواپیمای ایوکس آمریکایی اینجا 24 ساعت پرواز میکردن در جنوب عراق نزدیک. هواپیمای آمریکایی ایوکس آمریکایی اینجا پرواز میکردن. تمام موومنت ها و هر کاری که ما اینجا میکردیم آقایون زیر نظر داشتن. بنابراین ما بهترین راه برای اون این بود که اینو من دوباره برش گردونم اینجا، از این مسیر بیایم، از بوشهر، از پایگاه بوشهر استفاده بکنیم و از منطقه کویت و از شمال عربستان سعودی از اینجا بریم، به خاطر که اینجا هیچی نیست، همش بیابان و شن و اینا، از این منطقه بریم. منتها به علت وجود ایوکس ها اینجا ما نتونستیم این کارو بکنیم. نتیجتا اون مسیر شمال رو انتخاب کردیم. حالا من نمیدونم باز الان این دیده میشه روی هم از همدان مشخص تا ارومیه همدان ما باید پرواز میکردیم، میومدیم اینجا سوختگیری میکردیم رو منطقه ارومیه، در حقیقت مرز بازرگان اینجا رد میکردیم، در محل آی پی شماره یکمون سوریه
مرز سوریه و ایران و عراق، سوریه و عراق و ترکیه، در این ما فاصله سوختگیری میکردیم. منظورم اینه که ما یک بار دو بار باید سوختگیری میکردیم در موقع رفتن، دو بار سوختگیری میکردیم برای برگشتن. در مورد سوختگیری، یکی از اشکالات بزرگی که باهاش روبرو بودیم سوختگیری این منطقه بود که ما هواپیماهای 747 رو در نظر گرفتیم به دلایل مختلف. یکی اینکه پیلود بیشتری داشت، بنزین بیشتری میبرد و ما دو فروند میخواستیم، یک فروند اصلی و یک فروند فرعی به اصطلاح رزرو، که اگر یک هواپیما به دلیلی، حالا به علت نقص فنی یا مورد حمله هوایی قرار میگرفت، به هر دلیلی از دست بدیم، یک فروند دیگه باشه اونجا که این بچه ها 8 فروند اینجا هواپیما سرگردون نشن. نتیجتا برای این دو فروند ما باید از یکی، از یک جایی، این هدف ما H3 در مرز سوریه و عراق و اردن، این منطقه رو باید نزدیکترین جای ممکن این هواپیمای تانکرمون رو سوختگیری میکردیم و بلند میکردیم. اینجا چند تا چویس داشتیم. یکی اینکه بریم از آکروتری، از یونان، از آکروتری در این منطقه، الان من نمیدونم اینجا من میتونم اشاره بکنم، از اینجاهای این هواپیما رو برداریم بیاریم اینجا، و یا اینکه از دمشق بشینید لند کنید جان، یعنی برید یونان لند کنید، قرار دوست داشتید این کارو بکنید. این چویسایی که داشتیم این بود، یکیش اون بود، یکیش آکروتری در قبرس بود. این چویسایی که داشتیم که البته حالا اینا یک مراحل اصلی سیاسی داشت، مراحل سیاسیش خب کار نیروهوایی نبود. حالا مجبور بودیم که این آپشنا رو بغل هم بذاریم و بعد بریم به شورای عالی دفاع و این آپشنا رو در اختیار آقایون بذاریم. همه پازل ها رو که به علم گذاشتیم، دیدیم سوریه شاید بهترین چویس ما باشه که ما دو فروند هواپیما رو، به علت اینکه خیلی نزدیک، همونجور که روی نقشه الان من نشون دادم، ببینید از دمشق ما اگر الان مشخصه، من دارم پوینت میکنم، از دمشق اگر تیک آف میکردیم، از اینجا که بلند میشدیم، می اومدیم داخل این منطقه ایستایی. البته منطقه ایستایی که حالا تشریح میکنم، منطقه ایستایی وجود نداشت. همه چی باید سر زمان، صحبت عظمت را سکند، باید یه جا، مثلا اون زمانی که من از اینجا تیک آف میکردم زمانی بود که براتور باید از اینجا حرکت میکرد. حساب کرده بودیم زمانی که من از دمشق تیک آف میکنم تا میرسم به این نقطه IP شماره 1، براتور از رضایی از ارومیه دیپارت میکنه، هواپیمای بنزین گرفتی شده رو 8 فروند میاره اینجا. در این نقطه باید یک زمان با هم میرسیدیم اینجا، نه یک ثانیه این ورتر، نه یک ثانیه اون ورتر، چون میدونید که هواپیما در 450 نطر ساعت داشتیم پرواز میکردیم. صحبت اینی که یه ثانیه از خودش فاصله اینطور که دیگه نمیتونست هم دیگر رو ببینیم. بنابراین بهترین چویس ما، یعنی چویس شماره یکمون، این بود که از دمشق تیک‌آف بکنیم. حالا اگر بهمون اجازه نمیدادن، اون یه بحثی دیگه بود که باید میرفتیم دنبال آپشن‌های دیگه، چون ما این کارو به هر حال باید میکردیم. مثلا بحثی در این بود، اگر همه حسابمون هم کرده بودیم 80% هم سانه میدادیم، باید این کارو میکردیم که خودمون هم یکی از اوناش. نتیجتاً اومدیم این گذاشتیم در اختیار شورای عالی دفاع. اولین مسافرتی که رفتیم به سوریه هم نماینده از دفتر امام بود، رئیس اداره دوم بود، ستاد مشترک. به حضورتون عرض کنم که کاردار نظامی ایران در سوریه بود، اینا همه اینوال بودن. بعد مقامات سوری که رفتیم اونجا، معاون خود حافظ اسد بود در اون جلسه که تشکیل شد و بودن دیگه، رؤسای ستاد ارتشش بود و نمیدونم اداره دومش، رئیس اداره دوم بود و رؤسای بوده 16 نفری هم از عرب.
اینها در وهله اول میخواستن که من اونجا، حالا من به عنوان نماینده نیروی هوایی میخواستم خواسته هامو اونجا تو اون جلسه مطرح بکنم. اینا همش میخواستن ببینن که ما میخوام چیکار بکنیم. خب منم نمیتونستم بگم که ما میخوام چیکار بکنیم. که اولین ریکوستی که ما از سوریه کردیم این بود که به ما اجازه بدن دو فروند هواپیمای RF-4 رو یک شب در سوریه نگه داریم و یه پرواز اونجا بکنیم، پرواز شناسایی روی منطقه نوار مرزی. این اولین ریکوستمون بود. دوم ریکوستمون این بود که اجازه بدن ما 8 فروند هواپیمای F-4 رو دیپلوی بکنیم به یک فرودگاهی. حالا دیده من این نقشه دوباره برش کردنم از اون وقت. اینجا یک فرودگاهی بود، من دوتا خط اینجا گذاشتم، پالمیرا، یعنی در حدود 145 مایلی شمال دمشق یه جایی رو پیدا کرده بودم، فرودگاه پالمیرا، که من خودم با هلیکوپتر رفتم اینجا، اینجا رو بررسی کردم. اینجا رو اجازه بدن ما 8 فروند هواپیمای F-4 رو اونجا دیپلوی بکنیم. و اون در اون موقع ما دیگه احتیاجی به دو فروند هم نداشتیم، یه فروندمون کافی بود، یه فروند ما رو زمین نگه می‌داشتیم. این دومی ریکوستمون بود. سومی ریکوستمون زیاد موردی نداشت. مورد سومی ریکوستمون این بود که اجازه بدن ما هواپیمایمون بعد از انجام عملیات در دمشق بشینن. خب اینم یه چویس کارمون. بعد دو روزی اونجا نماینده وزارت امور خارجه اونجا بودن با ما، ایشون فلویدلی عربی صحبت میکرد و خب یه 3-4 ساعتی توی میتینگ بودیم. عرض کردم که معاون رئیس جمهور و نخست وزیر سوریه تو میتینگ بود و به ما گفتن که اینو باید ما تمام این موضوع این صورت جلسه بشه، صورت جلسه رو به اطلاع رئیس برسونیم. رئیس منظور شخص رئیس جمهور بود. بعد از اینکه جلسه تموم شد ما مجبور شدیم یک شب تو سوریه بمونیم تا این مرز به اصطلاح به عرض رئیس رسیده بشه و به ما اطلاع بدن. در صد بردن بعد از 24 ساعت اومدن به ما برگشتن گفتن که ساری. خیلی راحت یک کلمه گفتن ساری. گفتیم یعنی چی؟ گفتن که یعنی هیچ کدوم این چیزها مورد موافقت رئیس حافظ اسد قرار نگرفت. برگشتیم اومدیم میدان، حالا تمام این تشکیلاتی گرفت کردیم، همه هیئت برگشتیم اومدیم میدان و از همون فرودگاه که من نشستم، خدا رحمت کنه مرحوم فکوری هوشیار، هر دوشون پای آقا بودن، به اتفاق رفتیم دفتر امام. اینم مطالب ما اونجا بازگو کردیم. ایشون گفتن که خب دوبینو برگردونی این سر. بعد گفتن که خب شما زردین هم نباید انتظار داشته باشید. اصلا نباید همچی انتظاری می داشتیم که سوریه به ما یه همچی کمکی بکنه و که ما این کارو انجام بدیم. حالا شما برین و یه فکر دیگه بکنید. ما از این جمله دو تا پوینت گرفتیم. یکی اینکه ایشون مصر بود که ما این کار رو انجام بدیم. یعنی تایید، مورد تاییدشون قرار گرفته بود که ما این کار باید انجام بشه. با توجه به شرایط اون موقع مملکت، شما خیلی براتون تشریح کردم در جلسه قبل که ما لزوم این برنامه مسجل شده بود برای تمام به اصطلاح اساتید من بکرد. خب برگشتیم اومدیم از دفتر ایشون که اومدیم بیرون، از دفتر ما اومدیم به اتفاق فکوری، رفتیم ستاد مشترک و رفت اداره دوم و رفتیم دفتر فکوری و باقیلی هم. خلاصه در سطح ندن باید یه دو سه روز رو این برنامه کار میکنیم که حالا باید چی کار بکنیم. ما به این نتیجه رسیدیم که آن تو این فاصله یه اطلاعیه ما گرفتیم که 60 فروند هواپیمای میراج F-1 رو به عراقی‌ها دادن. ما گفتیم خدایا
این کی اینا خلبانشون رفتن آموزش دیدن؟ چون میراج نداشت اون موقع، تا اون موقع عراق. بعد باز اطلاع گرفتیم که حالا این اطلاع رو از طریق وزارت امور خارجه اداره دوم اینا به ما میدادن. بعد فهمیدیم که اینا خلبانا را، خلبانای فرانسوی را هم هایر کردن برای این کار. حالا شما خوب به عرض من توجه کنید که ما داریم با عراق میجنگیم یا داریم با فرانسه میجنگیم، چون تکنیک ها خیلی فرق میکنه. شما میدونید که من چی دارم میگم. دقیقا همینطور. ایریال تاکتیک دیگه بر میگرده آخر سر به دست توانای همسال آقای روادگر. اینها هستن که آخرین به اصطلاح تصمیم رو هوا میگیرن. اونجا که دیگه من نیستم یا هوشیار یا قیدیان نیست که. به هر طریق دیدیم که حالا دیگه مسجلتر شد. ما همش مصمم بودیم که این کار انجام بشه. حالا که اگه 60 فروند هواپیمان بره اونجا و بعدم علتی که فایندات کردیم که این آقایون رفتن تو الولید، به خاطر اینکه الولید در دسترس ما نبود که اونا رو بمباران کنیم. اینا بلند می شدن می اومدن کارشون رو انجام می دادن رو مملکت ما، بمبارانش نمی کردن، برمی گشتن می رفتن الولید یا یه جای دیگه می شستن سوختگیری می کردن می رفتن الولید. یعنی دپوشون الولید. توجه کردن بله. دیگه برامون اصلا شد تا 1% هم اگر شک بشیم که این کار رو انجام بدیم یا ندیم، مسجل شد که ما اصلا دیگه راهی نداریم که جز این کار انجام بشه. نتیجتا فکر کردیم که حالا چیکار بکنیم چیکار نکنیم. گفتیم که ما یه سناریویی می‌نویسیم. یه موضوع یادم رو اینجا بگم. یک صحبتی آقای رئیس جمهور چیز با ما کرد سوریه، اون زمانی که رفتیم تو دفترشون، گفت شما برین برابر مقررات ژنو کارتون رو انجام بدین. ما اومدیم یه خود روی این موضوع فکر کردیم با پایان و هوشیاری را دیدیم که خب این قرارداد چیز ژنو در مورد همچیزی که ما میخوام بکنیم بریم یه توی یه کشور دیگه بشینیم اینا، همچی اجازه ای به هیچ کشوری نداره مگر اینکه جزء کولشن اون به اصطلاح چیز باشه. اما هر هواپیمایی در حالت امرجنسی میتونه هر جایی بشینه، مسئول باشه، یعنی مثل مسئولیت سیاسی داره. خب اومدیم از این سناریو استفاده کردیم، بر مبنای این کار یه سناریو نوشتیم که ما یک فروند هواپیما بفرستیم بره سوریه به حالت امرجنسی بشینه. هواپیمای بوئینگ 747 اول رو برابر طرح پروازی معمول دو روز قبلش بلند کردیم از زمین و رفت بره به سمت اروپا. اونجا امرجنسی پیدا کرد، امرجنسی سوری، و بعد رفت در دمشق نشست. حالا ما یه هواپیمای 747 تو دمشق داشتیم ولی ظاهرا این هواپیما خراب بود، قابل پرواز نبود، ولی خودمون میدونستیم که قابل پروازه، کسی دیگه هم نبود. این هواپیما بشه. گفتیم که خب حالا هواپیمای دومو چجوری بفرستیم اونجا؟ رسیدیم به اونجایی که گفتیم خب هواپیمای دوم ما به عنوان اینکه کروی تعمیراتی داره میبره و یه مقداری وسایل داره میبره، این هواپیما این وسایل چون مقدارشون زیاد تعدادشون زیاده باید به 747 بره. هواپیمای 747 حالا این هواپیمای دوم داره میره اون یکی رو تعمیر بره. کی داره میره؟ یک شب قبل از انجام ماموریت. منتها خب اونا دیگه نگفتیم که ما فردا میخوایم این کار رو بکنیم، که میخواستیم بریم مراحل اون هواپیمامون رو تعمیر بکنیم. با این هواپیمای دومی که خودمون رفتم رفتیم تو دمشق نشستم، حالا دیگه ماموریه دیگه، بریم اون هواپیما رو تعمیر بکنیم. اشکال نداره. به ما گفته بودن اگر این هواپیمای دومتون که سوریا گفته بودن، اگر هواپیمای دومتون که داره میاد اینجا بشینه همون شب تیکاف میکنه it is okay. اگر اون گروه تعمیراتیتون مجبورن اونجا بمونن یه شب، حالا هواپیمای دومتون تور استتار میخواد. خب حالا ما
تور استار از کجا پیدا بکنم؟ اصلا تور استار برای هواپیمای 747 ساخته نشده. 200 فیت در 200 فیت هواپیما، شما میدونید که اسمان این هواپیما 747 یه زمین هفتاد متر در 70 متر که تور استار یه زمین فوتبال میخواد که تور استار. بله گفتیم که نه، گفتیم چش تور استار هم تهیه میکنیم. بعد اومدیم برای گفت که خب الان تو بهشون گفتیم میکنیم، اگه رفتیم نداشتیم چیکار میکنیم؟ خب اگه رفتیم میشستیم میگفتیم یادمون رفته یا پیدا نکردیم دیگه، حالا چیکار میخوام بکنم؟ میگن نصف شب تکاف بکنیم. همین هم شد، ما این هواپیمای دومی که داره میره اون یکی هواپیمای اولی رو آماده پرواز بکنه. به محضی که نشستیم، وقتی که اومدن هواپیمای ما رو اجازه بدن یه جا پارک بکنیم، چون بغل اون یکی هواپیما که نمیتونستیم پارک کنیم، چون اصلا فرودگاه دمشق همچین گسترشی نداشت که دو تا هواپیمای 747 اونم با پرچم ایران با پرچم جمهوری اسلامی اونجا بغل هم پارک شده باشه. گفتم آقا شما تنها راهتون اینه که این هواپیما رو بریم تای باند، تای باند پارک بکنیم، که اونجا که از باند اگزیت میکنیم آخرین اگزیت باند از اونجا گفتیم فرینا میریم اون تایوان پارک هر بار بردیم تایوان. خب حالا شب شد، حالا میخواد چیکار بکنیم؟ گفتن که شما هیچ چاره دیگه نداریم. خب من گفتم با وقت تو هواپیما خوابیم دیگه، اگه قراره به ما وسیله ندیم جایی به ندیم، خب ما تو هواپیما میخوابیم. اینا دیدن نه ما مصممیم تو هواپیما. حالا البته یه پتو متو اینا بود تو هواپیما، یه مقداری بود، منتها نه اینکه کرو و بوم آپریتور و اینا میخوان تو هواپیما بودن. درد سر دادن. موقع شب که شد دیگه خودشون اومدن رضایت دادن که ما هواپیما رو بذاریم اونجا، ولی پرسنلمون رو بیاریم ببریم توی هتل بخوابونیم، جایی که بهمون داده بودن اونجا بخوابونیم. خب حالا ما هر دو تا هواپیمای حاضر آماده داریم، بنزین گیری شده. فردا صبح وقتی که هواپیما آماده شد ساعت 12 به اینه اطلاع دادیم که ما هواپیمامون آماده شده و چون در شرایط جنگی هستیم میخوایم همین امشب بریم. گفتن آقا الان که ما اپروش نداریم، نمیدونم رادار نداریم، فلان نداریم، بیشتر نداریم، بنابراین شما نمیتونیم تیک آف بکنیم. خب ما اصلا نمیخواستیم تیک آف کنیم شهر، ما میخواستیم صبح اجاف بکنیم. منطقه همه حسابه رو کردیم، کنیم این ما الان بخون ساعت 12 هم تلفن کردیم به اپروچ اونجا و مقامات فرودگاه که ما میخواییم الان هواپیمامون آماده شده و چون در شرایط جنگی هستیم ایران، همین الان هم میخواییم هواپیمامون رو ببریم. گفتم که خب پس یکی بریم، یکی دیگر رو فردا ببریم. بودو خواهی قرار بریم، ما ترجیح میدیم که تو اون یکی هواپیمای تعمیراتی هم پرواز آزمایشی نشده، ترجیح میدیم که دوتایی با هم بریم. بالاخره رضایت دادن که ما بمونیم فردا بریم. حالا اون فردا روز ری بود که ما میخواستیم انجام بدیم کارمون. چی میخواست؟ بنابراین تا اینجا کارمون و مرحله سیاسی و لوجستیکی و اینا همه چی درست شده بود. صبح شدیم و رفتیم سر کارم. حالا صبح که میگم الان درست زمانها یادم نیست، زمانی بود که باید براتور حساب میکرد از همدان تکاف بکنن تا ارومیه بیان، سوختگیریشون تموم بشه. سوختگیریشون که تموم شد، حالا به ما وارسته تو هواپیمای 707 که روی ارومیه، ما دو فرمان هواپیما داشتیم. من تو هواپیمای که به عنوان پست فرماندهی ازش استفاده میکردیم HF، با HF تماس داشتم با هواپیماهای 707. بهش گفتم که وقتی که آخرین نفر سوختگیری کرد، به مستی که دیپارت کردن که دارن میان به مرز، به طرف مرز بازرگان و مرز خسروی اینجا، به ما اطلاع بده. حالا ما نشسته بودیم به گوش بودیم، رادیو روشن توی 747 تایوان، یه 747 هم تو رمپ دمشق. منتظر بودم که آقای وارسته جواد از همدوره های ما بود، خلبان حسن هر روی ارومیه بله. من اطلاع داد که آخرین مثلا هواپیمای افور زیر بومه، اون دو فروند رو چیکارش کنم؟
گفتم دو فروند برگردن، اینا طرحش مشخص شده است، دو فروند رزرو هستن، اون دو فروند برگردن. حالا من با اونا با دیگه با عتیقچی نمیتونستم سوال بکنم. آقای عتیقچی خودتون آن بشده مصر بود که ایشون هم بیاد. وضع بنزین انقدر کریتیکاله که روی هر دقیقه ای شما میدونید که بوم بین 20 تا 30 گالون پر منت میتونه پامپ بکنه. ما گذاشته بودیم که حد اکثر یعنی 30 تن پر گالون پر منت باید پمپ میکرد. زمانی دیگه نبود که هواپیمای ششم چهارم یا پنجم هم بخواد پمپ بکنه، یعنی زمان سوختگیری داشته باشه. یعنی الان باز برمیگردونم دوربین رو ببینید اینجا چقدر حساب شده بود. اینجا تمام این هشت فروند از اینجا که از تو این مسیری که می اومدن، تقریبا این مسیر دریاچه وانه، توی این نقطه‌ای که من اینجا گذاشتم باید تانکر رو پیدا میکردن، اصلا باید بود. من خودم رو طوری گذاشته بودم که توی این گردش خورشیدم داره از این بر میتابه، توی این گردش اینا منو پیدا کنم و براتورم خدا تو رو بهش بده منو اینجاها پیدا کرد. آفرین. که من اینجا تو یه گردشی که اینجا یه گردش به چپ در 90 درجه که اینجا برگشتم، خدا تو لون به کامران احتمالی بده. حالا شما ببینید که این هواپیما داره ارتفاع 300 پایی بالای زمین، هواپیمای تانکر با پر بنزین فول لود هم 540 هزار پوند داره اینجا دور خودش میگرده. اینجا دیگه دور گردن نبود، من باید تو این 90 درجه این آقایون 8 فروند به من جناب میکردن، 4 فروندشون میومدن زیر یکی، 4 فروند میرفتن زیر یکی دیگه. فقط این پا از اینجا تا اینجا باید سوختگیری میکردن، توجه میکنه میشد آی پی شد. اینجا تو این منطقه اگر اشتباه نکنم این منطقه الملیکی بود، این منطقه اینجا منطقه المیادین، اینجا المیادین بود، اینجا المیادین منطقه تادمور. از تقریبا الملیکی تا المیادین باید سوختگیریشون تموم میشد. حالا هر چقدر سوختگیری کرده بودن کرده بودن، اون دیگه بستگی به مهارت خلبانا داشت که چقدر سریع می اومدن زیر بوم و می رفتن، زمانی کمتر از 2-3 دقیقه بیشتر نداشتن خودتون. حالا شما در نظر بگیرین که هواپیمای 47 با اون 747 با اون عظمت 70 متر در 70 متر ارتفاع 2300 پایی زمین، آب درفت و دان درفت در موقع طلوع خورشید، تکوم هایی که این هوا داره، هواپیمای 747 چجوری داره پرواز میکنه که این آقایون توی اون شرایط واقعا وحشتناک بیان زیر بوم بنزین رو بگیرن. یعنی این الانات مثلا صحبت یک ثانیه نبود که بیان میشه یه ثانیه مثلا کسی وقت داشته باشه اونجوری بازی بکنه. از همه مهمتر رادیو رو خاموش کرد، خاموش کرده بودیم. یعنی خلبان ها بدون کنترل، چون می‌دونی بوم اپراتور با خلبان در تماس صحبت کنیم، حالا یه فیت پایین انقدر بالا انقدر پایین که این هم ازشون گرفته بودیم. فقط چراغ زیر هواپیما بود، چراغ زیر هواپیمای تانکر هم شما یه جایی به خصوصی باید باشی که ببینی، از فاصله که نمیتونی اینو ببینی، ولی اگر بوم با اپراتور باید داره صحبت میکنه حالا شما رو گاید میکنه. اینم نداشتن. یعنی خلبان شما تصور بکنید که توی هواپیمای فرانسین یه فاصله دو ساعت دو ساعت و نیم پرواز کردیم، خسته و مرده رسیدیم به اونجا، دورتونشون رسیدیم به اونجا، زیرتون صد پایی اگه یه صد پا بریم زمین میخوریم زمین، اگه یه خود بیاریم بالاتر میخوریم به تانکر، این برانور هم که هشت هواپیما بایستدن. بنابراین هیچ جایی ندارین که توی یه انولاپ کوچولو هواپیما رو مثل که مثلا بکنین توی یه سوراخ و بعدم بیان بیرون. و این کارم انجام شد. یعنی بعد از من اینجا منتظر بودم تو دمشق، منتظر بودم وقتی که وارسته به من گفت که آخرین هواپیما سوختگیریش انجام شد ما تیک آف کردیم. درست ما زمانی که باید میرسیدیم رو آی پی شماره یک
زمانی بود که برادپور هم باید میرسید اونجا، نه یه ثانیه کمتر نه یه ثانیه زیادتر. اونم خب یه هواپیمای داره لید پرواز میکنه، 8 تا هواپیمان تو بالشن، یعنی 7 تا هواپیما دیگه هم تو بالشن، اونم نمیتونه زیاد با هم با بنچ بذاره و بگرده و اونم باید خیلی راحت بیاد توی یه نقطه و از اون نقطه بره. حالا اینا رو وقتی شما یه خورده بهش توجه بکنید میبینید که چقدر این کار غیر ممکن به نظر میرسه. ولی واقعا خدا طول عمر بهشون بده، تمام این بچه ها این غیر ممکن رو ممکن کردن. تا زمانی که اولین هواپیما زیر بوم قرار گرفت، من خودم رفتم بالا سر بوم اپراتوره، براتون یه بار دیگه گفتم اینا، دیدم این اصلا انقدر عرق کرده و هیجان زده شده، زیرش زمین داره به سرعت از زیر هواپیما رد میشه. براتون تشریح کردم هواپیمای بوئینگ برای سوختگیری مینیمم آلتیتود 22000 پاست، که اگر اتفاقی بیفته بوم دیسکانکت بشه، بوم بشکنه، خلبان نتونه رو کار بکنه، بتونه یه جا دره. ما اینقدر رو خلبانمون حساب کردیم. حالا یه دفعه یه چیز رفت تو سرم، این مکالمه که با آقای رئیس جمهور سوریه داشتیم، چون ایشون هم خودش خلبان میکنانکین بود. بله، حافظ اسد خودش خلبان میکنانکین بود. همه یه صحبت داره که من کردم که هواپیمامون اینجوریه اونجوریه چیکار مون، آخر سر برگشت کن زنگ تو فکر میکنی که واقعا شما بتونین این کارو بکنین؟ سر ما روی خلبانامون داریم حساب میکنیم. حالا علتی هم که میپرسید، من توی گفتم رفتم توی پایگاه پالمیرا رو نگاه کردم، وقتی رفتم آپریشن اونا رو دیدم که برگشتم به برام، گفتم برام ما 50 سال از اینا جلویی، اصلا you don't have to worry about anything. من یه چیزی به تو میگم، تو یه چیزی داری میشنوی، ما اصلا هیچ که خبردار نمیشه ما چی کار داریم میکنیم. ترکیه هم که خب ما اون زمانی که هواپیما میرفتیم، هواپیما رو براتون گفته بودم برای تعمیرات میبردیم اسرائیل رو میمانیم، زمانی که خطیب شهیدی اونجا بیلاد کرد مجبور بودیم تو ترکیه نشستیم، آپریشن ترکیه رو هم دیده بودیم. اونا که دیگه هیچی، بنابراین ما اصلا چی میگن شاهکار منطقه بودیم. خیلی که اصلا دیگه من اصلا آرامش خاطری پیدا کرده بودم که آقا مثلا این کارا پیس کیک. شب و روز ما پرواز میکردیم با بچه ها، هم حالا روادگره که دیدم یه لحظه رفتم تو اون خاطراتی که من خودم شب ریفولینگ پرواز میکردیم با این بچه ها، چیز یاد میگرفتم از اینا، اصلا من چیزی نداشتم به اینا یاد بدم. حالا روادگر میگفت ما خیلی چیز یاد گرفتیم، من خیلی چیز یاد گرفتم. نسل جوانتر ما اصلا فنامنا به هر طریق چونم فنامنا. این آقایون از اینجا سوختگیری که تموم شد، من دارم چیز گم میکنم تماشاگران شما رو، تون تون که حرف نمیزنم، کسی رو گیج کردم. نه عالی، نمیخوام کسی رو گیج کرده باشم اینجا. 500 نفر بیشتر به داستان شبیه، یه خود بیشتر به داستان سرایی شبیه. خیلی عالیه. ممکنه بنویسن اینو. این هشوروندی که از این مسیر دارن میان، مسیر دریاچه وان اینجا ها قرار گرفته توی دررس خودش، که اون آب درفت و دان درفت و باید از برادپور بپرسین یا از آقای گلچین بپرسین که چه بلا به سرشون تو این منطقه آورد. توجه میکنین این مرز که رد کردن با ما اینجا جوین آب کردن با تانکر. حالا من دوتا تانکر، من یکی لیدر من بودم با کامران اعتمادی پرواز میکرد، اومدیم تا این مسیر از اینجا که آی پی شماره دومون بود، این آقایون از من جدا شدن، هشوروند از من جدا شدن. تو این فاصله که اینا میان توی این منطقه بمبارانشون رو انجام میدن و برمیگردن اینجا، دوباره در این منطقه
شروع دوره ایستایی من میبینن، این زمانیه که من از این نقطه باید خودم رو برسونم به اینجایی که نوشتم خضرایی. توجه بکنید خضرایی رفت جدا شده، نوشتم خضرایی. حالا این فاصله یه که باید این هشت فروند میان اینجا بمباراشون رو انجام میدن، یه پس بمباران میکنن بر میگردن. صحبت اینی که رفت و برگشتی وجود نداره دیگه. اگه توجه کرده باشین تمام این مسیر یک بار طی میشه دیگه، کسی تو اون مسیر بر نمیگرده. خب اینا با من اینجا تکاف کردن، اومدم اینجا دوباره جویناب که کرد خضرایی که خدا رحمتش کنه، خدا بیاموزدش. البته تو این ماموریت اتفاق نیفتاد براش، تو این ماموریت میدونم آوردمش نشوندمش اینجا تو پارک. میدونیم سرتون خونت هیچ نیومد، گفت جام سنگ من هم تیر خورده. گفتم خب مبارکه، بیا یه خود نزدیک من ببینیم که کجا تیر خورده. خب بچه هم با هم یه حالت دوستانه و رفاقتی هم داشتیم. از اینجا که تیکاف کردن همه و این هشت فروند خضرایی جدا شد ازشون، منم اینجا اگه نگاه کنی جدا شدم. حالا تنکر شماره دو رو بهش گفتم شما برابر بریفینگ انجام بده، یعنی ایشون باید می اومد این هفت فروند رو می آورد اینجا تو این مسیر و دوباره همین مسیر دریاچه وان رو برمیگشت. حالا دیگه اینجا میتونست ارتفاع داشته باشه، یه خود ارتفاع بگیره بیاد اینجا که از تقریبا مرز خسروی و بازرگان که اینجا رسید ایشون مستقیما بره به تهران. این یه دونه تانکر. یکی دیگه تانکر که من بودم، به محمود گفتم که محمود بیا یه خود فاصلت رو با من کم کن. حالا من رفتم تو کابین بغل دست اعتمادی، خضرایی اومد بغل من وایساد و گفتم که خب هواپیمات که داری فرمشن برباد میکنی با من، بنابراین تیر هم اگه خورده باشی به جای بدیت نخورده، به جای خوبت خورده. بهش گفتم، به اعتمادی گفتم اگه اشتباه نکنم سرعت رو باید کم میکردیم، در روی 100 مایل 150 مایل کم میکردیم که بتونه چرخش رو باز کنه. فکر میکنم 250 نات باید سرعتش رو کم میکرد. با تانکر وایساده اعتمادی سرعت کم کرد، ایشون وایساده تو بال من و چرخ رو گفتم بده پایین. چرخش رو داد پایین، دادم چرخش هم اومد پایین. حالا ارتفاعمون چقدر؟ حالا دیگه مکالمات رادیویی دیگه از بر رفت، دیگه ما کارمون انجام شده بود. اگه هممون هم دیگه حالا میزدن که نمیتونستن بزنن دیگه کاری نداریم، ما کارمون انجام داده بودیم. دیگه شروع کردیم خیلی راحت صحبت کردن و گفتم چرخ تو بده پایین، چرخ رو داد پایین، دیدم نه چرخ هست تو چرخ اومد پایین. به اعتمادی گفتم برو رو پایگاه پالمیرا ارتفاع تو کم کن. ایشون هم اینی که توی خواهمای شکاری نشسته، ما دیدیم آقا این چهار تا موتور رو کشید رو آیدل و اصلا مثل که خواهما داره مثل یه سنگ میره پایین. خزایی هم میشه تو بالا و وایساده و کچ کردار ما رو. گفتم پالمیرا رو میبینیم؟ همون گفت بله بله جانسن میبینم. گفتم خاطر جمع باش برو تو اون پایگاه بشین. یه دور 360 درجه ما اون روی پالمیرا با 747 یعنی آقای خضرایی هواپیما رو سلامتی گذاشت زمین توی باند و ما خیالمون راحت شد که ایشون هم نشست. برگشتم گفتم خب حالا چیا کنیم؟ حالا با حداقل بدون چیز که نمیتونیم برگردیم. این که برگشتم نزدیک دمشق بود، توی کنترل زون دمشق هستم. به اعتمادی گفتم برو بشین دمشق دیگه، حالا ببینیم که چی میشه، یا اونجا گرفتار میشیم یا اینکه نمیشیم. بعد حالا اومدیم دمشق حالت اضطراری اعلام کردیم و ما نشستیم. به محضی که نشستم تو دمشق، حالا کاردار سفارت اومد پای هواپیما که این چه اتفاقی افتاده، گفتم که داستان حالا دیگه همه میدونستن. شاید یه تیم 20 نفره اومدن پای هواپیما، اومدن پای هواپیما اطلاعات اداره اطلاعاتشون بود، آقای عبدالحلیم خدامون هم بود، همه دیگه اون هر کی که تو سوریه ما میشناختیم و دیده بودیم اومدن پای هواپیما. کسی فکر نمیکرد که ما این کارا رو انجام داده باشیم، ولی یه چیزایی خبر دهن به دهن شنیده بودن و ما دیدیم یه هیئت خیلی زیادی اومدن پای هواپیما. من فقط
اون اتشه نظامی رو کشیدمش کنار، گفتم آقا جان یه وسیله فراهم کن، یه هلیکوپتر در اسرع وقت بفرست به پالمیرا و آقای خضرایی با کابینرهاش رو ور بده بیاره دمشق. حالا تو این فاصله ما رو بردن سینجین که آقا شما کجا بودین چیکار کردین فلان دیگه، ما هرچی بود بهشون گفتیم دیگه، اینطوری شده اینطوری شده، همه داستان رو براشون تشریح کردیم. تو این فاصله هم خدا تو رو هم بهش بده، اون جناب سرگودی که اونجا کاردار نظامی بود، اتشه نظامی بود، هواپیما فرساد و آقای خضرایی رو صحیح و سالم برداشتن آوردنش تو دمشق. دیگه ما خیالمون راحت شد که ایشون هم الحمدلله صحیح و سالمه. توی این فاصله شاید یه دو سه ساعتی طول کشید، ما آماده شدیم برای پرواز. دیگه اضطراری یه فلایت پلن از ما گرفتن و اجازه پرواز به اون دادن، ما برگشتیم اومدیم تهران. تهران که نشستم دیدم که فکوری و خدا بیامرزه بهرام هوشیار جفتشون پای هواپیما. حالا البته من تو راه که می اومدیم دیگه با اشقف هم به فهمت نیرو هوایی اطلاع دادم، هم به بهرام اطلاع دادم که ماموریت انجام شده. تیم سر ببخشید تو وسط صحبتاتون خیلی عزمان، تیم سر عتیقه چی میخوان صحبت کنن؟ ببخشید بفهمید سر جناب عتیقه چی. درود بر شما، قربون شما برم، خوشحالم که ببینمتون، ایشالا که تندرست و سالم باشید. درود بر تو قهرمان عزیز، کنم که مدام وقتتون بچم. یک جناب قنباری گفتم که یک بسته ای بوده من براتون پست کردم، آیا به دستتون رسیده یا نه؟ کی گفت برای من پست کردی؟ قفاری، تیمسر قفاری براتون یه بسته پست کردم، میگم به دستتون رسیده؟ به دست ما چیزی نرسیده انشالله که نرسیده سر میگم. نه به دست چیزی نرسیده. نه خیلی ممنون اصلا از شما که به هر حال زحمت کشیدی، حتما میرسه. من میکنم نه که مقام رو شگفت دارم، شما استاد مایی، بزرگ مایی، و میخواستم خدمتتون عرض کنم که بفهمید. نه نه میاد بفهمید، ایشون سکوت کردن. شما میخواستم به خدمتتون عرض کنم که روزی که شما توی تانکر تکلیف داشتین، من به شماره دوم روی دریاچه گفتم برگرد و اون برگشت آمد نشست و من ادامه دادم مسیر رو و تا نزدیکای جایی که میخواستم اون سر سرایی بشیشم تو خاک عراق، من دنبال دوستان بودم که اون به براتور گفت، به جای جناب براتور گفتم منم بیام، گفت مگه ما میریم عروسی که اسلام میخواید بیا، برگرد برگرد و من برگشتم آمدم. به هر حال روز بسیار خوبی بود، ولی خب یه خود بخت با ما یاری نکرد. اتفاقا از شما یاد گرفتیم سال شما انقدر تیم سایز اصلا بفهمه که حالا توی اون ماموریت دیگه نبودی، همه جا ثبت شد. جناب عتیقه چی میخواه از اونجا گوش کنید از توی لایف اینجا شاید قطع. من خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از نعمت شما و ایشون. خواهش میکنم، لطف کردین، خیلی ممنونم سر، قربونتون، خداحافظتون. ببخشید بفهمید تیم سار. حالا ببینید من این نقشه رو به شما نشون دادم، یه بار دیگه اینجا یه چیزی اشاره بکنم بندگانتون یه خود توجه باشم. ببینید که توی یک منطقه ای، توی این منطقه که الان دارم من نشون میدم، چقدر اینجا هواپیما داره پرواز بکنه. علاوه بر اون ما یه هواپیمای خفاش داشتیم، هواپیمای 330 که استراق سم میکرد. ایشون وظیفه داشت اگر هر مکالمه رادیویی رو ضبط بکنه به من اطلاع بده. من هر لحظه ای منتظر یک کدایی بودم که ماموریت رو کنسل بکنم. این ماموریت هواپیمای 330 بود اینجا. هواپیمای F-14 که در حدود کرمانشاه، یعنی شمال کرمانشاه و ارومیه پرواز میکردن، کلیر میکردن اینجا.
اینا بهشون گفته بودیم که اگر دیدین یک هواپیمایی داره به هواپیمای تانکر نزدیک میشه، اینا رو زیاد دیسریگارد کن، اینا در ارتفاع هستن، این دو فروند 707 که روی ارومیه دارن پرواز میکنن هر لحظه میتونن برن تبریز بشینن. توجه کردیم؟ ولی اگر دیدین هواپیمایی داره به سمت هواپیمای 747 میاد، تا هر جا میتونین بنزینتون ادامه اجازه میده دنبالش بیان. اینجا دیگه برای این هواپیمای 747 F14 ها من محدودیتی قائل نشدم، اوپن گذاشتم تمام فضا رو، گفتم در مورد عراق خیالتون راحت بشه، چون ما اینجا سه فروند هواپیما هم از تبریز از پایگاه دوم شکاری روی کرکوک فرستادیم که اینا هم خودشون یک آپریشن اینجا انجام دادن که رادار عراق دیگه اگر هم اینجا میتونست یک کاورجی داشته باشه، این سه فروند مشغولشون کرده بودن که کرکوک رو تا اونجا که میتونن مشغول نگه دارن و بمباران بکنن. سه فروند اینا بودن، دو فروند هواپیمای F14 بود که هر لحظه بنزینشون کم میشد، هم میتونستن بنزین بگیرن هم میتونستن جایگزین بشن از اصفهان. دو فروند F14 میومدن، این دو فروند بر میگشتن. بنابراین ما در تمام مدت آپریشن کاورج F14 داشتیم، استراق سم و اینجا داشتیم. به حضورتون عرض کنم که پایگاه تبریز در تماس بودم باهاشون، رادار تبریز در تماس بودم، با فرمانده نیروی هوایی در تماس بودم، همه اینا تو پست فرماندهی که من اینجا بودم با همه این آقایون در تماس بودم. ببینید چه منطقه عظیمیه. من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم هیچی دیگه 47 فروند هواپیما، حالا این که میگم حدود به خاطر این که نمیدونم این F14 ها چند بار جایگزین شدن، چون اینا به مثلی که بنزینشون تموم میشد خودشون یه آپریشن جدا داشتن، دو نفر میومد اینا بر میگشتن. در واقع شما ببخشید، شما در واقع داشتین این یه ایوکس در واقع فلایت کاماندر اونجا، خب ایوکس کارش همینه دیگه، به هر حال میان شما داشتید این کار انجام میدهید توی 747. یه اختلاف یه بود که سکوت رادیویی، ما جرات نداشتیم هر کدوم تا میدونیم اگر این دکمه رادیو رو فشار میدادن اونم همه سریع گرفتار میشدن. اینه که یه همچین آپریشنی بود، انشالله که کسی رو گمراه نکرده باشم. بعد از اینکه ما اونجا نشستیم، فکوری و هوشیار خدا بیامرزه هر جفتشون رو درود میفرستم به روانشون، پای هواپیما بودن. حالا دیگه چقدر خوشحال شدیم که همدیگر رو دیدیم و اینها. از اونجا مجددا اول کاری که کردیم رفتیم به دفتر امام، مطالب و اینان برای ایشون بازگو کردیم. و بعد از اونجا که اومدیم بیرون، دیگه من از نیروی هوایی اومدم بیرون، اول کاری که کردم رفتم، چون خانمم دو سه روز بود از من خبر نداشت و نمیدونست من اصلا کجا هستم، رفتنم منتها ایشون انقدر قوی هست حتی یه تلفن هم به فکوری نکرده بود که ببینه من چه بلا به سرم اومده. درود بهشون. میدونست که به حال هر کاری دارم میکنم درست دارم میکنم، منتها قدرت خودش رو دارم. نواده های شهدا، خانم های شهدا، تمام واقعا بانوانی که قدرت، چه میدونم بگم، فرماندهی، قدرت نظامی، قدرت عقلانیشون از همه ماها، من که خودم رو باز در دست میدارم، بیشتر بود. به حال دیگه برگشتم خانم هم دیدم، بچه هم دیدم و باز دوباره فرداش برگشتیم رفتیم به نیروی هوایی. اگر خواهش میکنم کسی سوالی داره که یه خود تکنیکی هست، من میتونم جواب بدم، در خدمتون هستم. چشم. اگر نکته ای رو من کسی رو لاست کردم، خواهش میکنم به من تذکر بدین، اونم براتون جواب بدم. بعد از این که اون وقتم تموم شد، من فقط یه دو تا مورد کوچیک هست میخوام یه 5 دقیقه وقتتون رو بگیرم که اگر وقت داشته باشه. خواهش میکنم. قربونتون برم. دوستان میگن، بعضیا میگن مغزمون ترکید، یعنی نمیتونیم هنگ کنیم، این همه رشادت، این همه
ببینید من جملات رو دارم میخونم. درود بر شما جناب ایزدستا، لذت بردیم، عالی بود. یعنی ببینید من یه سینما 300 نفر جا داره. درود به شرفتون. من جملات تمام این دوستان میخونم. جام لبیبی میگه سلام بر استاد بزرگ، این داستان شاهکار بود، این یک حماسه است. تیم سار دستتان را میبوسیم. هواپیمای جناب خضرایی چطور چطوری برگشت که توسط جناب اسکندری دیگه؟ بله. اونم برامون دو سه ماه طول کشید. بعد از اینکه حاضر شد، بعد دو سه ماه طول کشید. بعد از اینکه حاضر شد اسکندری رفت اونجا یه پرواز آزمایشی انجام داد و برگشت اومد، که اونم خودش یه حماسه ایه که باید از زبون براتپور یا گلچین بشنم. من نمیدونم الان دختر جامع توانگری ها میگن درود بیکران بر جناب ایزدستا، مرد شجاع و نمونه. این تنها دختر جناب این جاوید نام جامع توانگریان نازنین هست. من جناب جاوید پور، جناب ابن یمین، جناب لقمان نژاد، جناب، خب من نمیتونم بخونم. تیم سار 1500 نفر دارن لایو شما رو میبینن. 500 نفر ضرب در 3 مینیمم تو هر خانواده بکنید. این یادگار شهید ندیمی نازنین میگن درود بر شما جناب ایزدستا، باید تندیسی از شما و همراهانتون بسازن. جناب فرغانی عزیزم میگن که ای خدا بعد از ایزدستا حرف زدن چقدر مشکل خواهد بود. ای قرمتون برم. جناب ایزدستا من به خدا گریم گرفت، به خدا این جدی دارم میگه. من اصلا من وقتی دارم میخونم این عشقی که این نیو جنریشن، این به هر حال نسل قدیم دارم به شما میدن. جناب عتیقه چی با این به هر حال دیدید که با این ذوق اصلا کلافه بود که زنگ بزنه به هر حال یه جوری با شما صحبت کنه. سرکار خانم مهنتی همسر من یه بار اکسایتد شدم، ببخشید تو رو خدا. شما چیکار کردین؟ شما جام چیت فروش میگن خواهش میکنم یاری از تیمسار مظلوم حیدر سفری کنید که فرمانده تیپ ترابری بودند. بله، تیمسار سفری از آنان هم دوره منه و اون زمان ای جانم این مأموریت رو انجام میدادیم در فرمانده پایگاه یکم ترابری بود در مهرآباد و خیلی هم کمک کرد در این مسئله، به خصوص در مورد ترینینگ بوم آپریتورها، به خاطر اینکه کاری که میخواستن بکنن یه کار خیلی تازگی داشت و تصور کردنش هم مشکله. همونجور که من تشریح کردم خیلی مختصرم براتون، چندین مرحله پرواز هواپیمای 747 با بوم آپریتورها روی کویر کاشان ایشون هماهنگ کرده بود، گذاشته بود که بچه ها یه آمادگی پیدا کنن، چون هواپیما بوم آپریتورا میدونی که دمر رو کف هواپیما میخوابن و اون بوم آپریت میکنن. وقتی که هواپیما بله وقتی که هواپیما در ارتفاع داره پرواز میکنه خب یه پروسسه، ولی وقتی که هواپیما داره نزدیک زمین پرواز میکنه، چون این زمین با سرعت داره از زیرش رد میشه، اون یه پروسس دیگه است که من دوست داشتم که اغلب این بوم آپریتورها حداقل یک بار این کار رو انجام داده باشن، که این به اصطلاح آپریشن نزدیک زمین رو، این یه خودش یک تبحر خاص میخواست. و خوشبختانه من تمام بوم آپریتورهایی که ایشون گذاشته بود برای این انجام این ماموریت اغلبشون معلم بودن، مکانیسیان ها همینطور. مکانیسیان ها به حال گروه فنی که تو هواپیما با ما بودن بالاخره با ما بودن دیگه، همه ما روی پلتفرم بودیم. حالا شما تمام این آپریشن رو در نظر بگیرین، یه آپریشن نیست که رو زمین نشسته باشین و شما دارین یه نقشه این بر اون بری شطرنج این بر اون بر بکنین. اینا هر کدومشون یه هواپیمایی هن که داره با سرعت 450 مایل پرواز میکنن
بغل همدیگه تو لابلای همدیگه بدون اینکه با هم صحبت بکنن. هواپیمای تانکر با اون عظمتی که براتون گفتم، شما میدونین هواپیمای تانکر هر ثانیه یک گالون بنزین فقط خودش میسوزونه، هر ثانیه یک گالون بنزین فقط تانکر میسوزونه. تازه این در ارتفاع کروز آلتیتوده، در ارتفاع 1000 پایی زمین اصلا کسی همچی آماری نداره، یعنی اعداد ارقامی نداره که هواپیمای تانکر کنار بغل زمین چقدر بنزین میسوزونه. اینی که ما اصرار داشتیم که این هواپیمایی که دارن میرن روی اولید واقعا ABI on demand باشه، یعنی اون افتر برنرشون در اختیار خلبان هواپیما باشه، هر زمانی خواست به هر مدتی خواست ازش استفاده کنه. شما میدونید در گاز افتر برنر وقتی که استفاده میکنه از 100% میره توی افتر برنر، یه دفعه مصرف بنزین 4 برابر میشه. بنابراین خیلی محدودیت بنزین، این بنزینگیری که من عرض کردم لازم بود ما در این مرحله داشته باشیم. نمیدونم دیگه چی براتون چجوری تشریح بکنم. تیمسر گرامی، من قبل از اینکه یک سوال من رو یکی از دوستانمون رو بخونم، جام صمدی، فریدون صمدی براتون گفتن که به طور ساده و مختصر فریدون ایزدستا مدیر، مدبر، طراح، با سواد، با معرفت، بهترین برای دوستی خانوادگی و استاد اساتید خلبان افور و عاشق میهن عزیزمون ایران بودن و هستن. خب من اولا اولا از شما میپرسم جناب احمدی، این از این دوستمون میپرسن الان میشنم این صدای منو سر؟ من صدای شما رو میشنم، هم میخواستم از شما بپرسم که از این فریدون عزیزم که واقعا خیلی دوستش دارم، خودش میدونه، من چجوری میتونم جواب اینو بدم جز این که واقعا از تمام اون کسایی که به من محبت دارن زمنان صدای شما هم قطع شد. آره خب سر ببخشید، من الان یه چیزی اینجا دوست... دارم میبینم که میزان خسارت بمبارد آره همینو آره این میزان خسارت اولا تا تقریبا میشه گفت که 24 ساعت بعدش مجلات خارجی به خصوص تایمز و نیوزویک و اینا خیلی راحت تو ما گروه ترکی بودیم به دستمون میرسیم. اولین عددی که من دیدم فقط خسارت رو از این طریق ما چیز کردیم، چون ما نمیتونستیم هواپیمای RF4 بفرستیم اونجا و نه کسی بود که به ما این اطلاع بده. اطلاعاتی که ما گرفتیم منحصر بود به اطلاعات وابسته نظامی ایران در سوریه و روزنامه هایی که مجلات خارجی که به دست ما میرسید. عددی که من الان حضور ذهن هستم اینه که 48 فروند کل هواپیمایی که از بین رفتن، اما تیکه مهمش برای ما این به خصوص این بود که این هواپیماهای هلیکوپتر، من یه چیزی اینجا باز برگردم روی این نقشه به شما نشون بدم که من یادم رفت تو اینجا اشاره بکنم. این نقشه الان دیده میشه؟ ببینید شما اردن رو اینجا ببینید. صدای من میاد؟ بله کاملا. صدای شما قطع شد. اردن قطع. اینجا بندر حائز اهمیت بودن پایگاه اشتری، یعنی که گفتین خسارت، اینو میخواستم من یادم رفت توی چیز بهتون بگم. اردن از طریق بندر عقبه یک جاده ای داشت میومد از توی اردن، یه پایگاهی هم اردنی ها اینجا داشتن به نام H5، از H5 میومد به H3، H3 تو عراق بود، H5 تو اردن. یک ستون تدارکاتی 24 ساعته ما اطلاع گرفته بودیم که بین H5 و H3
اینجا محموله حمل میکرد. بعدها مطلع شدیم که اینها 500 هواپیمای هلیکوپتر روسی در اختیار عراق گذاشته شده که اینها از طریق بندر عقبه میاد به اچ 5 و از اینجا و اشتری اینجا اسمبل میشه که بیاد به خرمشهر. که اگر اون 500 تا هلیکوپتر پروازشون به خرمشهر باز میشد، من نمیدونم چه وضعی برای خرمشهر و بعض مملکت ما از نظر سیاسی و به اصطلاح تاکتیکی به وجود میومد. خوشبختانه چون ما در حدود یک سال طول کشید که همونطور که قبلا هم گفتم اون عملیات بیت المقدس 4 مرحله عملیات انجام شد که بعد از حدود یک سال خرمشهر آزاد شد، که اونجا باید از باز دوباره از هوشیار یاد بکنم که عملیات بیت المقدس را هوشیار از روی زمین، یعنی خودش رفت دستور و از اونجا هدایت کرد. چون ما رو عملیات بیت المقدس 380 سورتی پرواز انجام دادیم که اگر این هلیکوپترها به اونجا رسیده بود، این 380 سورتی ما به یه رقمی ممکن بود برسه که ما دیگه قادر نباشیم ساپورت بکنیم نیروهای زمینی رو رو خرمشهر. فقط همین رو میتونم بگم در مورد خسارتی که اونجا انجام شد. یک دونه از این هلیکوپترها پروازش به خرمشهر نرسید، یعنی دیگه هلیکوپتری اونجا به وجود نداشت. چون اینا اسمبل نشده بودن و در حال اسمبلی لاین بودن، هیچ کسی آماری ازش مشخص نکرد و من هیچ جایی نخوندم. حالا شاید فرغانی خونده باشه یا شاید جان سرنگ پیروز خونده باشه، من اطلاع ندارم چون مدت زیادی بعد از اون دیگه نبودم توی ایرفورس. ولی همینقدر میخوام به شما بگم این پایگاه HTV یک پایگاه دیپو بود برای عراق. تمام هواپیماهاشونی که برده بودن اینجا تغذیه می شدن. یک بار در جنگ جوان 1967 اسرائیلی ها اینو بمباران کرده بودن که بعد از جنگ اینجا رو تقریبا میشه گفت که با خاک یکسان کردن، که بعد دوباره ساختنش. تمام سیستم شلتر و تشکیلاتی که تو اشتیوی درست کرده بودن یک بار منهدم شده بود، یک بارم ما اونجا رو با خاک یکسان کردیم. و اگر یه موقع عراقی ها دوباره هدف، یعنی فکر بکنن، هوس بکنن اونجا رو آپریشنال بکنن برای اون منظوری که برای ما کرده بودن، دوباره بمباران میکنن بچه های جوان، این دفعه 1000 دفعه بدتر، با یه طرح دیگه، با یه طرح دیگه داره انجام میدن که هیچ کسی تصورش هم نخواهد کرد. میخوام اجازه بگیرم از شما یاد کنم از اسامی به هر حال من میخوام شما بخونید اصلا، چون اسامی تانکر 747 تا همه رو دارید، بخونید اگه میشه. دارم آره، متأسفانه من نمیدونم الان روی همین تلفن خودم که الان من دارم با شما صحبت میکنم دارم، ولی خب من یه کسی رو که واقعا ازش معذرت میخوام یادم رفت، اصلا انقدر خودم هیجان زده شدم که راجع به این مسائل وقتی صحبت میکردم که خیلی چیزا برگشتم به صحبت 35 سال پیش و خیلی چیزا برام تداعی شده بود، خیلی احساساتی شدم. عیسای حسینی تا خلبان تانکر شماره 2 رو من اسمشو باید 1000 دفعه میگفتم اونجایی که از من جدا شد. ببینید اینو باز دوباره من برمیگردونم روی این نقشه. عیسی حسینی اینجا که من خضرایی رو داشتم میبردم تو پالمیرا بشونم، عیسی حسینی تانکر شماره 2 از من جدا شد و تمام این طول مسیر رو تا تهران خودش به تنهایی اومد، زمینی که تمام 7 بروند باقی مانده رو به تنهایی سوخت‌رسانی کرد. ای جان، حالا دیگه اینجا من نبودم، یعنی دیگه تانکر شماره 1 که کامران اعتمادی بود، ما رفتیم دنبال برنامه خضرایی، عیسی حسینی اینجا به تنهایی موند و خودش و 7 فروند هواپیما.
و اینا رو خودش به تنهایی برد اونجا. اینو ما فقط دارم. حالا اسامی رو اگه اجازه بدین من یه بار دیگه هم اسامی رو بخونم. دارم همه اسامیشون از همین که تو قلب منه، ولی همینهاشون الان جلو چشمه. اسامی خود نفرات رو یه بار اگه اجازه سریع بخونم. بخون. بعد خلبانان حاضر در عملیات تبارتند از سرگرد، من دیگه حالا فقط همینجوری اسمم، سرگرد فرج الله، براتپور، صدفان، محمد جوانمردی، سروان، حسین خلطبری مکرم، سرهنگ، قاسم پرگلچین، صدفان، علیرضا آذرفر، سرگرد، ناصر کاظمی، صدفان، ابراهیم پوردانس، سروان، غلام عباسی رضایی خسروی، صدفان، محمد علی اکبر پورسرابی، سرگرد محمود اسکندری، صدفان کاوه کوهپای عراقی، سرگرد عراقی البته، سرگرد علی خسروی، سروان محمود خضرایی، سروان منوچهر روادگر، سرگرد منوچهر توسی، صدفان سلیمانی. روحشان شاد این اسامی که دارم میگم که آسمانی شدن. سرلشکر شهید حسین خلطبری مکرم، سرتیپ خلبان شهید محمود خضرایی، سرگرد خلبان شهید علی خسروی، سرگرد خلبان شهید عبدالله رضایی، سرگرد خلبان شهید پورسرابی، از خلبانانی بودن که شهید شدن و کسانی هم که جاودان شدن جناب اسکندری که روحشون شاد باشه. و بقیه رو دیگه من حضور ذهن ندارم، حالا ایشالله دوستان و شما بعداً از قربونتون برم. الهی که قربونتون برم. درود به همشون. درود به همشون. آرامش روح و روان برای همشون آرزو دارم. من سر تعظیم فرود میارم جلوی فرمانده بزرگ این عملیات، سرتیپ خلبان جناب ایزدستای نازنین، که همون جوری که قول داده بود به این دوستان و خانواده های محترمشون صحیح و سالم، با این که به دفتر امام و این بر حالا جاهای مختلف گفته بود این هوا، این پرواز، این عملیات 80% کیل هست یا 50% کیل هست به هر حال، ولی شما همه رو بردین و صحیح و سالم برگردوندین بدون هیچ اتفاقی بیفته. حتی شهید خضرایی نازنین رو که روحشون شاد باشه شما هدایت کردی، گفتی اون باند برو بشین، و این رشادت شما و بزرگواری شما تا ابد در تارک و تاریخ آسمان ایران زمین خواهد درخشید. و این هیچ وقت با فیلمی که ببخشید حالا یک کارگردان درست میکنه و خیلی مثل خیلی از فیلمهای دیگه، مثل شوق پرواز و خیلی فیلمهای دیگه، نتونستن اون به هر حال واقعیت موضوع رو بگن، ولی واقعیت موضوع از زبان شما شنیده شد و در تاریخ ایران زمین باقی خواهد ماند تا قیام قیامت، و همه خواهند شنید از رشادت شما جناب ایزدستای عزیز. من یه چیزی میخوام اضافه کنم. من فقط یه صحبت دختر نازنینتون رو که دوست دارم شما اسمشون رو بفرمایید. میگن پدر عزیزم، به وجود نازنینت افتخار میکنم، شما افتخار ایران زمین هستید. این از طرف دخترتون، اسمشون چیه؟ ببخشید یادم رفته. دختر من پرستو، دختر بزرگمه، ایشون the anchor of the family and friend. اولا با هر کسی که شما فکر بکنید ایشون فرنده، یعنی هر کسی که یک بار ایشونو ببینه فرند میشه باهاش قلبن، و واقعا انکر فامیلیه. هر جا هر کسی هر اشکالی داره اول ریفرنسش پرستوه. ایچونه دختر کوچه کم اسمش هست پانتها، اون هم احساساتش بیشتر از پرستو نباشه کمتر نیست. یه چیزی من فقط اینجا با اجازه شما میخواستم اضافه بکنم، من محمود خضرایی رو انقدر تو پایگاه دمشق نشستم، کروی هواپیما و خلبان نگر داشتم اونجا تا خضرایی رو با هلیکوپتر از پالمیرا آوردن به دمشق، و من با هواپیمای 747 که بر میگشتم
به تهران، خضرایی و کابین عقبش، نمیدونم جوان مردی بود اسمش الان یادم نیست، هر دوشون رو با هم به سلامت با خودم آوردم تهران. تیمسار نازنین، من هم همه این عزیزانی که در لایو بودن و هستن، به وجود نازنین شما، همسر گرامیتون و دخترهای عزیزتون که واقعا ما الان باید بعد از 40، 41، 42 سال که به هر حال حالا چیز شده، از انقلاب گذشته و 31 سالی که شما فکر کنم از ایران رفتید، ما وجود نازنین این عزیزان شما رو که فخر تاریخ ایران زمین هستید و هرگز و هرگز نام شما توسط هیچ پاکونی جرأت پاک شدن نخواهد داشت. شما افتخار ایران زمین هستید و من فقط میخوام یک دوستان عزیزم در حضور این دلاور مرد میخوام به توجه شما رو جلب کنم به اینکه بانوی هنرمند ایران زمین، همسر نازنین جناب ایزدستار، برای خلبان بانوان که خلبانهای از دست دادن، همسرانشون از دست دادن و همسرانشون شهید شدن، شعری سرودن که من از شما فقط خواهش میکنم در حضور این فخر آسمان ایران زمین صدای بانوی نازنینشون رو بشنوید که بعدا این رو خواهیم شنید بعدا جای دیگه. من قبل از اینکه صدای ایشون رو پس کنی یه چیزی بگم. همسر من واقعا افتخار میکنم به وجودش و 48 سال در کنار من بوده در تمام مراحل زندگی و الان هم اگر حالش مساعد بود حتما اینجا شما میدیدین چهره ایشون رو. من الان به گوشم که صحبت های یعنی اون احساسات ایشون رو از زبان خودش بشنوم. برای خانم های شهید خلبان، دیشب دوباره آمدی به خوابم، شکستی عهدم و توی خیالم، عشق و صداقت و محبت باز آفتاب شد و دمید به روزگارم، دستای تو به دور پیکرم بود، حرف نگات تمام باورم بود، موهای عشق از ته دل میخوندن، اسم عزیز حرف آخرم بود، سایه تو نشسته بر سرم بود، گفتی به من روح و روانت منم، عاشقمی نام و نشانت منم، دنیا با من برات خود بهشته، وقتی میبینی کنارت منم، گفتم صدا صدای قلب منه، نشنیدنش لحظه مرگ منه، حضور تو لحظه های عمرم، پایان رنج و ختم درد من، گفتی عزیزم با تو هم همیشه، دل که جدا از دلبرش میشه، بهانه هستی من تو هستی، عمر من که بی تو سر نمیشه، با تو تمام لحظه هم قراره، بی تو دلم خزون بی بهاره، با تو مثل صخره قوی و سختم، شاکرم از لطف خدا و بختم، حرفای تو شهد یک هندو اصل، عطر گلای صحرا، رایحه نفسهات نسیم صبح دریا، دنیای من پر از شور وجد و نشاط و سرور، گویی رسیده بودم به اوج آرزوها، دلم دیگه تو سینه جا نمیشد، قامت عشقم دیگه تا نمیشد، خواستم بگم ترکم نکن دوباره،
اما لبام از هم جدا نمیشد. تشکوم وقت از خواب بیدارم کرد. سماجتش به خوبی هوشیارم کرد. حقیقت تلخ نداشتن تو از زندگی دوباره بیزارم کرد. حقیقت تلخ نداشتن تو از زندگی دوباره بیزارم کرد. دیشب دوباره آمدی به خواب. دیشب دوباره آمدی به خوابم. ای خدا، این باور عشق نام این شعر زیبای بانو ایزدستاه ناصر. ای قربونتون برم الهی. الهی که قربون اون اشکای نازنین شما. من ممنونم این خانم ایزدستاه چندین بار امروز و دیروز با این شعر اشک منو در آورد و اشک اونایی که داشتن زحمت درست کردن این کلیپ زیبای این شعر و شعرهایشون رو که اینقدر با صدای زیباشون، این صداشون اینقدر سوز داره و اینقدر جنس این صدا بر دل آدم میشینه که فقط و فقط شاعرها و شاعرها میتونن اینو درک کنن. شاید به هر حال بقیه دوستان هم خودشون متوجه شدن که نوع خوندن ایشون چقدر متفاوت هست با اون لحجه زیبایی که به هر حال امریکایی ایرانی که به هر حال توی تونالیتی صداشون هست به واسطه سالهای زیادی که در ایران نیستن. درود به شرف شما تیم سار معظم و خانواده مهربانتون، دختر نازنینتون، دخترهای نازنینتون. درود به شرفتون که همه این مردم دارن می نویسن. باید از شما تندیس درست کنم. من سپاسگزارم از شما. سر تعظیم به ملت بزرگ و بزرگوار ایران پایین می آورم و اینو میخوام بهتون بگم که بدون پشتیبانی معنوی و مادی ملت شریف ایران پایان گرفتن این جنگ عظیم 8 ساله میسر نمیشد. به عنوان حسن مثلا در خاتمه این صحبتام، من حتما لازم میدونم که از پسر خودم هم یه قدردانی کرده باشم که حتما ایشون مهندس کامپیوتر هستن و خیلی خیلی سعی کردن که من یه چیزایی یاد بدم، چون واقعا متاسفانه جنریشن ما به خصوص من یه مقداری بیگانه هستیم با این پیشرفت تکنولوژی و اگر وجود شخص خشایار ایزدستاه نبود شاید من اصلا امروز نمیتونستم امروز با شما این امکانو نداشتم که اینجوری فیس تو فیس بشینم و در مقابل ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرود بیارم و این هم مقدار زیادیش مدیون شخص خشایار ایزدستاه هست. ای جونم رنگین کمانی از عشق و رنگهای ناب رو تقدیم میکنیم به شما و خانواده محترمتون جناب ایزدستاه نازنین، به شما، به خشایار عزیز، به پرستوی عزیز، به اون یکی دخترتون اسمش چی بود؟ پانتهای عزیز تقدیم میکنیم و از خداوند منان براشون بهترین ها رو میخواییم، چون میدونم که خداوند بهترین ها رو به خانواده شما داده. قربان آردی، شما یک پدر نمونه اید، شما یک همسر نمونه دارید، یک همسر هنرمند، دو تا دختر دسته گل که من کاملا حس میکنم که اینها
چجوری هستن که اینجوری شما راجبشون صحبت می‌کنید؟ راجب این شیرمرد جوان پسرتون واقعا من افتخار میکنم. خب شما جناب جهانبانی، سپهبد جهانبانی که اون انوشیروان نازنین رو داره، جناب دادپی که این دکتر علی عزیز رو داره، جناب محققی که باز اون علی عزیز رو داره، من جناب اسکندری، تمام این قهرمانای جنگ، من افتخار میکنم بهتون. من حرفی ندارم بزنم به جز این که بگم سر تعظیم جلوی شما واقعا فرود بیارم. این رنگین کمان عشق از طرف مردم ایران به نمایندگی از این بچه های توی لایف تقدیم به شما و خانوادتون. قربان. میبینید که سفر رو جناب عزت ستا سپاسگزارتون هستم. از تمام ملت ایران سپاسگزارم. شما هر بار که میایین توی اینجا دل ما رو میلرزونید و یک ورق و یک آس جدید رو میکنید. خلاصه دستتون رو میبوسم تیم سار معظم. من واقعا افتخار میکنم بهتون. سپاسگزارتون هستم. تمام قهرمانای همرزمتون، حالا به نوعی شاگرداتون، من چون همه این شاگردای شما هر کدومشون در یک برهه فرمانده نیروی هوایی و معاونت‌های مختلف نیروی هوایی و مسئولین کشوری بودن، من همین الان یکی از شاگردای شما جناب تورج زنگنه رئیس هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری معاون وزیره، میخوام خدمت شما بگم که تک تک اینا خودشون رو شاگرد شما میدونن و قطعا به این شاگرد بودن افتخار میکنن. من دست شما رو به نمایندگی از همه اینا میبوسم. قربان. سپاسگزارتون هستم. پاینده و پیروز باشین و موفقیت هرچه بیشتر براتون آرزو میکنم. منم از همینجا در حضور شما از جناب نقدی بیگ که مسبب گذاشتن این لایف ها شد، شهید شادروان جاویدنام نقد تیمسار نقدی بیگ، وقتی که من تو مراسم ختمشون این اسطوره ها رو میدیدم تصمیم گرفتم که این لایف ها رو بذارم که ثبت کنم، چون جناب نقدی بیگ با قلب و مغزی پر از خاطرات و تجربه رفت. پدر میراج ایران بود. شما میدونید میراج ایران رو بدون هیچ نالجی ایبرن کرد و به هر حال الان هنوز داره پرواز میکنه در توی این رژه ها. ایشون هم یک اسطوره بود که از شاگردان شما بود. من یک بار دیگه اینو مجبورم تکرار بکنم. ما تو نیرو هوایی شاگرد و معلم و اینها نداشتیم. هر کدوممون در یک پریودی از زمان یه چیزی از یک کسی یاد گرفتیم و در همون زمان هم یه چیزی بهش یاد دادیم. این حالا نمیدونم این شاگرد و این رابطه شاگرد و استادی نبود. من زمانی که از تیمسار ربیعی میخوام یاد بکنم، من زمانی که ایشون به من هواپیما رو نشون داد، آشنا کرد منو با هواپیما، ایشون استاد من بود، معلم من بود، همه چیز من بود. یک زمانی رسید که ایشون فرمانده پایگاه بود، من یک معلم خلبان بودم در گردان 11 شکاری. من به حسب انتخاب سروان رضای رضوی شدم کابین عقب ایشون بشینم و ایشونو با هواپیمای F4 آشنا بکنم. یعنی کسی رو که منو در تمام طول زندگیم دستمو گرفته بود و آورده بود با فن و صنعت هواپیمایی آشنا کرده بود، حالا من به عنوان معلم میخواستم کابین عقب ایشون بشینم. اصلا من چجوری میتونستم این کارو بکنم و بعد چی داشتم که به ایشون نشون بدم؟ وقتی که نشستم کابین عقب ایشون، خدا رحمتش کنه، روح شاد باشه، دیدم من اصلا چیزی ندارم به ایشون یاد بدم، بدونی که اصلا من یک کلمه حرف بزنم. هواپیما رو روشن کرد، تاکسی کرد، تیک آف کرد، هواپیمای F4E تازه اومده بود تو ایران، ایشون فرمانده پایگاه بود، باید چکات میشد تو این هواپیما. حالا اینو نمیدونم چی میداریم، منو ناظر میذارین اسمو، من خودمو معلم اونجا احساس نکردم. خیلی از بچه ها، من اسم خیلی ها رو اگه بخوام بیارم اینجا، من باید
اون روز دفترچه پروازم رو به شما نشون دادم. بله من میخواستم همین که باشون پرواز کردم به عنوان حالا شما میخوای بگی معلم چیز یاد گرفتم. میشه یه لحظه ببینم میشه میشه همینجوری که دارین صحبت کنین اگر دم دستتون دفتر پروازتونم یا میخواین جلسه بعد نشون بدین؟ جلسه بعد کارو کنم باشه، چون این چون یک داستانی توی دل اینا هست. شما من مطمئنم همونجوری که اون روز بود هر بار اسم هر کیو که میدیدید یه خاطر ازش میگفتید. از تمام شهدا که رفتن، تمام کسایی که شما باهاشون پرواز کردید، از جناب دوران که من دیدم پرواز کردید یهو یه خاطره گفتید، از جناب اسکندری که دونه به دونه اینا رو شما چکات کردید، جناب یاسینی، جناب ای خدا، من الان ما بعدن دفتر رو که ببینیم دونه دونه اسما اینا دوباره تدایی خواهد شد. تیم سر سرافراز، دوستان عزیزم از شما خواهش میکنم، من چون نمیتونم مطالب اینجا رو بخونم، از همرزمان استاد که میگن نگید شاگرد و استاد، از همرزمان تیمسار سرافراز و تمام شما عزیزان خواهش بکنم زیر پست ایشون، زیر پست لایوی که میگذارن، برید اونجا مطالبتون رو بنویسید لطفا، که خودشون رو هم اونجا میبینن، چون اینجا تونتون رد میشه و من نمیتونم بخونم، اونجا ثبت میشه. زیر پستا لطفا توی یوتیوب یا توی همینجا که میبینید برید اونجا کامنتی دارید، عشقی دارید به استاد تیمسار فریدون ایزدستا اگر دارید همونجا بنویسید که خودشونم ببینن و اونجا ثبت بشه، چون توی این کامنت ها، این کامنت ها بعدن جایی ثبت نمیشه. لطفا اینجا ننویسید، اگر میخواید همونجا بنویسید، چون اینقدر زیاده من دیگه نمیتونم بخونم. ختم کلام، کلام آخر که ما میخوایم بریم به دیدن به پیشواز تیمسار سرافراز، تیمسار بهمن فرغانی. بفرمایید قربان، اگر مطلبی جا مونده بفرمایید. من حرفی ندارم. قربونتون برم. ممنونم از شما. منم مثل دختر نازنینتون پرستو خانم که به اون زیبایی نوشت، منم میگم ما به شما که پدر در حال حاضر شاید حالا پدر نیروی هوایی باشین از ازار به هر حال خدمت من کاری ندارم به اون که شما ماشاءالله جوان هستید، افتخار میکنم به شما که پدر نیروی هوایی هستید و سر تعظیم فرود میارم برای تمام رشادت هایی که انجام دادید برای ما. سپاسگزارم از حضورتون. قربان شما.